اینجا لندن است رادیوی بی بی سی این چشم بامدادی است در ساعت هفته بامداد تهران و کابل و هفت و نیم در دوشنبه درود بر شما داریوش رجبیان هستم با چشم بامدادی یکم تیر ماه اینجا در لندن سه نیم بامداد است مطالبات جمهوری اسلامی ایران در برابر خواسته های دوازده گانه واشنگتن از تهران آیا هیچ یک از این خواسته ها برآورده خواهد شد این موضوع اول برنامه امروز ماست تا دقایقی دیگر فکر نمی کنم به توافق بریزیم. واکنش وزیر نفت ایران به نشست صادرکنندگان کنندگان نفت در وین اتریش در این باره هم مطلبی داریم رحیم مسوف یکی از برجسته ترین تاریخ دانان تاجیکستان در سن 79 سالگی در گذشت در این باره هم گفتگویی هست دو روز بانده به انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به مباحث سیاسی جاری در آن کشور هم خواهیم پرداخت افسون بر مطالب بسیار دیگر پیش از همه اینها و بیشتر از اینها ناصر مدنی با تازترین خبرهای جهان از رادیو بیبیسی در لندن سلام صبح جمعتون بخیر وزیر نفت ایران میگوید فکر نمی کند کشورش بتواند درباره سطح تولید نفت با سایر اعضای اوپک به توافق برسد در حالی که عربستان و روسیه به دنبال افزایش تولید نفت هستند ایران و برخی دیگر از کشورها با چنین افزایشی مخالفت دارند تحریم های آمریکا علیه ایران و مشکلات تولید نفت در ونزوئلا و لیبی از عواملی هستند که بر تحولات بازار نفت در ماهای پیش رو تأثیر گذار خند بود. ملانیا ترامپ بانای اول ایالات متحده آمریکا از یک مرکز نگهداری کودکان مهاجران غیرقانونی که به زور از والدینشان جدا شدند دیدار کرد آقای ترامپ روز چهارشنبه از موزه اولیهاش مبنی بر جداسازی مهاجران غیرقانونی از فرزندانشان عقب نشینی کرده بود سام فرزانه گزارش میدهد دولت آمریکا مشخص نکرده که تکلیف کودکانی که در یک ماه و نیم گذشته هنگام ورود به آمریکا از والدینشان جدا شدهاند چه می شود؟ گزارش ها از بعضی از محل های نگهداری این کودکان حاکی از وضعیت بد نگهداری آنها و آزارشان است. آقای ترامپ گفته که از سه وزیر کابینش خواسته تا به این وضعیت رسیدگی کنند. دولت آمریکا خواهان سختگیری بیشتر بر مسئله مهاجرت است. شنونده تازه ترین خبرهای جهان هستید از رادیو بی بی سی ما هم اینجا از رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در جمع هوادارانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را مردی خسته تنها و گستاخ خوانده آقای اینجا که رهبر حزب سکولار جمهوری خواه خلق ترکیه است گفته وضعیت اضطراری دو ساله در این کشور را پایان میدهد با اینکه بسیاری رجب طیب اردوغان را پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه میدانند اما طرفداران آقای اینجا امیدوارند بتوانند انتخابات را به دور دوم بکشانند. شرکت هواپیماسازی ایرباس میگوید در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگران آینده این شرکت در بریتانیا است. به گفته ایرباس این شرکت نسبت به عدم پیشرفت مذاکرات اتحادیه اروپا و بریتانیا به شدت نگران است وضع طرف های جدید اتحادیه اروپا بر بعضی محصولات وارداتی از آمریکا اجرایی شده این طرف ها بیش از 3 میلیارد دلار از محصولات آمریکایی از ویسکی و آب و پرتغال تا موتورسیکلت را شامل می شود این تصمیم به پاسخی است به اقدام رئیس جمهوری آمریکا که تعرفه 25 درصدی بر آلومینیوم و فولاد وارداتی از اروپا وضع کرده بود و رؤسای یه شرکت ژاپنی در یک نشست خبری از مشتریان خود به خاطر اینکه یکی از کارمندان این شرکت زودتر از موقع میزش را برای ناهار ترک کرده بود عذرخواهی کردند یک کارمند 64 ساله شرکت آب در شهر کوبه در غرب ژاپن در یک دوره زمانی 7 ماه 26 بار محل کارش را 3 دقیقه زودتر از موعد مقرر ترک کرده بود درود و سپاس بر یکایی که شما که در این راه یک ساعته همراه ما هستید با چشمانداز بامدادی نخستین روز تیر ماه 1397 22 مجرانه 2018 با آرزی روز و ماه خوش برنامه را آغاز کنیم و البته پایان هفته دلنشین و ما در پایان هفته هم وزیر خارجه ایران درگیر گیر های مربوط به برجام بوده محمد جواد ظریف در مقاله در خبرگزاری های ایران فهرستی از خواستهای ایران از آمریکا را اعلام کرده اگر یادتان هست دقیقا یک ماه پیش وزیر خارجه آمریکا فهرست خواسته های گانی آمریکا از ایران را اعلام کرده بود لغو تحریم های یک جانبه علیه ایران جبران خسارت ناشی از نقض برجام و دست برداشتن از حمایت از اسرائیل از جمله خواسته های مطرح شده در از سوی وزیر خارجه ایران است همزمان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار یافتن راه حلی فوری برای آنچه او گرایش های خصمانه ایران در خاور میانه خوانده شده است خانم مرکل این اظهارات را در امان پایتخت اردن و پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن مطرح کرد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد نخست شرح ماجرا از جلال فرهنگ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواسته های دوازدهگانی مطرح شده از سوی مایک پومپو همتای آمریکاییش را بیپایه توهینآمیز و مغایر با حقوق بین الملل خانده و در مقابل 15 شرط برای مذاکره تهران با واشنگتن تعیین کرده. خاصه هایی که وزیر خارجه آمریکا چند هفته پیش مطرح کرده بود، عمدتا به برنامه اتمی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران مربوط می‌شد. حالا آقای ظریف در مقابل از آمریکا خواسته که به استقلال و حق حاکمیت مردم ایران احترام بگذارد و تهدید و استفاده از زور به عنوان یک ابزار سیاست خارجی را کنار بگذارد وزیر خارجه ایران همچنین خواستار لغو احکام دادگاه های آمریکا در مورد مصادره اموال دولت ایران برای پرداخت قرامت به شاکیان خصوصی شده دست برداشتن از حمایت از اسرائیل لغو تحریم های یک علیه ایران جبران خسارت ناشی از نقض برجام و پذیرش عواقب عملیات نظامی در عراق و افغانستان و خروج نظامی از خلیج فارس نیز در فهرست آقای ظریف گنجانده شده خروج آمریکا از برجام و بازگشت سایه تحریم های یک واشنگتن علیه ایران اروپاییان را در شرایط دشواری قرار داده کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر ادامه پایبندی خود به برجام تأکید دارند اما در این حال میگویند نگران برنامه موشکی ایران و سیاست جمهوری اسلامی در منطقه هستند حالا صدر آلمان در هشدار تازه‌ای که در جریان دیدارش از اردن مطرح کرده یک بار دیگر این نگرانی اروپاییان را پررنگ کرده انگلا مرکل بعد از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن از نگرانی این کشور در مورد فعالیت های ایران در نزدیکی مرز آن کشور در جنوب غربی سوریه حمایت کرد و هشدار داد که گرایش هایی به قول او خصمانه ایران در خاور میانه نه تنها باید مورد بحث قرار بگیرد بلکه نیاز به راه فوری دارد خانم مرکل گفت که کشورهای اروپایی میخواهند توافق هسته با ایران پا بر بماند اما افزود که اروپاییان در این حال نگران برنامه موشکی ایران حضور در سوریه و نقش این کشور در جنگی یمن هستند. فشرده ماجرا بود از جلال فرهنگ برای بررسی این موضوع علی رزان نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را از تورنتو در ارتباط زنده داریم ده و سی و هفت دقیقه شب شما در کاندا به خیر آقای نامور حقیقی ارزیابی شما از این معامله به مثل تهران و طرح خواسته های خودش از واشنگتن چیه؟ سلام خدمت شما و بینندگان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو سی ببینید مسئله کلیدی که آقای ظریف مطرح کرده که میشه گفت مفصل ترین بیانیه تحلیلی است که توسط وزارت خارجه و آقای ظریف منتشر شده در یک مروری بر روابط ایران و آمریکا است بعد از 28 مرداد و انتقاداتی که ایران به رفتارهای آمریکا در منطقه و به خصوص در ارتباط با ایران داشته و آقای ظریف سعی کرده در مقابل خواسته های آقای پومپو تقاضاهای های ایران و مطالبات ایران و انتقادات ایران رو هم نسبت به آمریکا مطرح کنه هدف آقای ظریف این هست که نشون بده که درسته که منازعات میان ایران و آمریکا برجا بوده در طول سالهای گذشته ولی برجام که به هر حال مهمترین توافق میان ایران و کشورهای قدرت های بزرگ بوده و آمریکا بخشی از اون توافق بوده و برای اولین بار تابوی مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا رو شکسته اون به خاطر کاری که آقای ترامپ کرده در حقیقت از مدار خارج شده و تصویر آقای ظریف این است که دولتی که نه تنها با ایران بلکه با متحدان خودش اهمیتی به حقوق و به حقوق و وفای به عهد نمیده و حقوق بین‌المللش ابزاری است برای تامین منافع کشورش و خیلی اهمیت نمیده به این تعهدات آقای ظریف این است که مذاکره در این شرایط نتیجه چندانی نداره در داره پاسخ آقای پومپو رو میده و شرایط متعددش رد میکنه در مورد مسائل منطقه ای هم که بخش وسیعی از مسائل مربوط به خواسته های آقای پومپو بود آقای ظریف دوباره پیشنهاد ایران رو مطرح کرده که خواهان یک تشکیل یک مجمعی است که همه کشورهای عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس درش مشارکت کنن و بتونن یک ترتیبات امنیتی منطقی برای حل فصل منازعاتشون پیدا کنن حسنم آقای پامپو ترجیح میداد که پاسخ ایران به خواستای دوازده گانی آمریکا به گونه دیگه باشه ولی حالا که ایران با پونزده بند از خواستای خودش جلو اومده فکر میکنین پاسخ آمریکا چه میتونه باشه؟ ببینید آمریکایا دولت آقای ترامپ و تیم امنیتیش که سه نفرشون و که حداقل دو نفرشون قبلا خواستار بمباران ایران شدن آقای بولتون و پومپئو تصورشون این هست خود آقای ترامپ هم نظرش این است ترامپ قبل از انتخابات گفت اگر آقای اوباما دو ماه دیگه تحریم ها رو ادامه داده بود جمهوری اسلامی از هم فرو پاشده بود ببینید تحلیل این گروه این هست که تحریم اقتصادی ایران اگر تداوم پیدا کنه و همه جانبه باشه قطعا نظام سیاسی ایران چند را بیشتر نداره یا مجبور به خواستای آمریکا تن در بده که اون موقع خب برای آمریکا میتونه دای پیروزی کنه و دومی که همین تن در دادن به خواسته آمریکا یک ریزش و یک انشقاقی در درون ساختار قدرت ایجان ایجاد میکنه و ممکنه توده های ناراضی رو هم علیه حکومت بشونه نکته سوم هم که اگر ایران بخواد سرسختی کنه و به خواستها پاسخ نده با مشکلات جدی در حوزه اقتصادی روبرو خواهد شد و اون ممکنه ممکنه با شورش های داخلی روبرو بشه الهاز سیاسی منازات در درون ساخت قدرت شکل بگیره و در نهایت حتی اگر ایران بخواد پاسخ تندی بده این آمریکا میتونه با اقدامات نظامی با ایران مقابله کنه که خب برای اون کمتر مد نظر دولت ترامپ هست در وضعیت کمی. ولی به هر حال در مجموع اونا تلاششون این است ایران در یک مسیر قرار گرفته که هر دو سرش باخته و پیشنهاد اونا این است که ایران تسلیم خواسته آمریکا بشه و تصور هر دو طرف همین باشه آقای ناور حقیقی به نظر میاد که هم آمریکا و هم ایران از یک دیگر خواسته هایی دارن که هیچ یک فعلا حاضر به اجرا و انجام اونها نیستن فکر میکنین گام بعدی چه میتونه باشه خب به نظر میرسه که همین این دو, دو کشور بر مبنای تصوراتشون و محاسباتشون ادامه خواهند داد اما جایی که یکی از این ازدا تغییر کنه یعنی اینکه فرض کنیم ایران تصمیم بگیره که در حوزه منطقه‌ای مناسباتش رو به گونه‌ای تنظیم کنه که سطح تنش رو کم کنه این به خصوص در ارتباط با عربستان و اسرائیل یک ترتیبات جدیدی رو اتخاذ کنه خب میتونه کم کنه از فشار آمریکا و شورای آمریکا علیه ایران این یک راه حل یک راه حلش نیست که از داخلی و در حوزه سیاسی مشار... سطح مدیریت و مشارکت رو باز کنه که خب این هم هنوز با اما اگرهایی رو روز مسئله سوم مسئله اطلاعات موازی و اقتصاد موازی دولت ایران بدون این ادغام این بخش ها در همدیگه قطعا با این تهدید و جنگ اقتصادی که باش مواجه است نمیتونه مقابله کنه در مقابل اگر ایران این کار را انجام بده به نظر من همجور که آقای ظریف گفته غرور ایرانی ناسیونالیسم ایرانی و مدیریت ایرانی و نیروی انسان ایران با اون شرطی که گفتم بتونه مشارکت رو باز کنه و سیستم بازتر بشه و از تمام پتانسیل جامعه استفاده کنه و مدیریت غیر حزب‌گرایانه رو وارد کار بکنه قطعا آمریکا به خواسته نخواهد رسید و همونجوری که آقای زلمای خلیزاد گفته سیاست تغییر رژیم در ایران قطعا راه به جایی نخواهد برد و اون موقع در یک موزه برابری میتونن دو طرف مذاکره کنن کاری که در مجموع احترامی که آقای اوباما در ارتباط با قدرت در ایران داشت روش آقای ترامپ و آقای پومپو که بر مبنای تهدید و فشار هست نشون داده که الداز تاریخی پاسخ نخواهد گرفت و در نهایت منجر به راه برای آمریکا نخواهد شد مضاف بر اینکه دولت ترامپ با مشکلات جدی با متحدان خودش در حوزه اقتصادی و با قدرت‌های بزرگ در حوزه امنیتی هم مواجه است و ایران میتونه اگر از برجام خارج نشه و اون شرط رایت کنه قطعا میتونه تداوم بده هرچند که مشکلات اقتصادی جدی خواهد داشت ولی قطعا پاورجا خواهد بود علی رضا نور حقیقی تلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتوی کانادا سپاسگزارم که با برنامه بودید اینجا لندن است رادیو بی بی سی چشم بامدادی بام دادی دادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن میشنوید مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران. در حالی که وزیران چند کشور عضو سازمان کشورهای سادر کننده نفت اوپک ابراز امیدواری کردند که بتوانند در اجلاس پیش رو درباره سطح تولید نفت به توافق برسند وزیر نفت ایران در این باره ابراز تردید کرده است بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران گفته فکر نمی کنم به توافق برسیم عربستان و روسیه خواهان افزایش سقف تولید نفت هستند و ایران مخالف آن ولی چقدر بخت رسیدن به توافق بر سر افزایش تولید نفت بین کشورهای عضو و غیر عضو اوپک وجود دارد دارد. همکارم امیر پایور که در نشست صادرکنندگان نفت در وین اتریش حضور دارد در پاسخ به این پرسش چنین گفت الان پاسی از شب اینجا در اتاق رسانه های اوپک هست و هنوز جلسه اعضای اصلی اوپک و غیر اوپک شامل روسیه، عربستان، عراق و ونزوئلا ادامه داره. این چهار کشور اعضای کمیته نظارت بر طرح تثبیت تولید هستند کارشون این است که در واقع وضعیت بازار رو بررسی می‌کنند و بعد گزارشی ارائه میدن به جلسه وزرا که روز جمعه برگزار میشه در جلسه این چهار کشور استثنا ایران هم که عضو این کمیته نیست دعوت شده بود برای اینکه راضی کنن ایران رو به موافقت با افزایش تولید همون که میدونیم ایران با افزایش تولید مخالفه فقط ایران نیست اراق خود عراق ونزوئلا و الجزایر هم همینطور مخالف بودن ولی اونها به نوعی زاهر. مثل اینکه راضی شدن ایران موزه بسیار سرسختی داره در این مورد در مقابل هم عربستان و روسیه خواهان افزایش تولید هستند آقای زنگنه این جلسه رو ترک کرد یعنی در واقع دیدارشون با ایران تموم شد و هنگام ترک جلسه گفت که فکر نمی کنه که روز جمعه توافقی به دست بیاد که این خبر خوبی برای اوپک و غیر اوپک نیست برای اینکه 18 ماه همکاری نزدیک فشرده و موفقشون برای کنترل سطح تولید و بالا بردن قیمت ممکن است که به خطر بیفته خوب امیر میشه بگی که این موضوع سقف تولید نفت برای کشورهای عضو اوپک و اینطور غیر عضو اوپک که در این مذاکرات هستن چرا اینقدر اهمیت داره پس اول توضیح بدم که ما چرا مواضع دو طرف اونی است که گفتم عربستان معتقد است که قیمت بالای نفت به کشورهای مصرف کننده و اقتصادهای در حال ظهور در واقع ضرر میزنه ولی بعضی معتقدند که در واقع اونجا که عربستان میگه منعکس کننده نظر و موضع آمریکاست که همونطور که خاطر چندی پیش آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا توییتی کرد که در واقع اوپک رو ملامت کرد برای بالا بردن قیمت نفت و از اوپک خواست که عرضه نفت رو بیشتر بکنه از طرف دیگه ایران مخالف هست به خاطر اینکه فکر میکنه که این افزایش تولید در واقع ترفندی است برای پر کردن سهم ایران که ممکن است به خاطر تحریم های آمریکا از بازار کم بشه اما افزایش این سطح تولید برای رو قیمت خیلی تاثیر داره طبیعتا قیمت های بالای نفت نتیجهش قیمت بالای سوخت در آمریکاست و این ممکن رشد اقتصادی آمریکا تاثیر داشته باشه برای همین هم هست که شاید آقای ترامپ اون توییت رو کرد و البته کشورهای مصرف کننده مثل هند و چین هم طبیعتا قیمت نه خیلی پایین و نه خیلی بالای نفت رو ترجیح میدن بنابراین این تصمیمی که روز جمعه وزرای نفت اوپک میگیرن بسیار مهمه در تعیین در واقع آینده قیمت نفت که اینطور حالا میشه از برنامه امروز این نشستن برامون بگی لطفا ببین روز جمعه وزرای نفت اوپک شامل 12 کشور با هم دیگه دیدار خواهند داشت و باید بین خودشون توافق بکنن که میخوان چیکار کنن در مورد سقف تولید و بعد از اون روز شنبه این دیدار بین اوپک و غیر اوپک و یعنی 24 کشور که شامل روسیه هم میشه برگزار خواهد شد اونطور که شنیدیم همونطور که گفتم خب ایران مخالفت میکنه ولی ایران از اوپک خواسته که تحریم های آمریکا رو در بیانیه روز جمعه خودش محکوم کنه ولی اوپک ظاهرا رو قبول نکرده و میگه که سازمان سیاسی نیست بنابراین انتظار داریم به هر حال به خاطر همه مسائلی که گفتم روز جمعه مذاکرات سخت فشرده و نفسگیر و داغی رو پیش رو داشته باشیم که سرنوشت هم سطح تولید قیمت نفت و همینطور آینده همکاری 24 کشور بزرگ تولید کننده نفت رو تعیین خواهد کرد امیر پایور همچنان در وین اتریش خواهد بود و ما را در جریان تازه ترین های نشست اوپک و غیر اعضای اون که در واقع صادر کننده نفت هستند قرار خواهد داد ولی حالا وقتشه که پرسش های رو با شما مخاطب برنامه در نیوم بذاریم به نظر شما اگه امروز هم در نشست تولید کننده های نفت در وین توافق حاصل نشه چه میشه؟ چرا به نظر شما در این مسئله روسیه کنار عربستان قرار گرفته و در برابر ایران درباره مطالبات وزیر خارجه ایران از آمریکا چه فکر میکنین؟ همتای آمریکایی او دوازده خاصی دولت مطبوعش از ایران رو طرح کرده بود و حالا ایران مطالبات 15 بندی خودش رو ارائه کرده که در تقابل کامل با هم قرار دارن فکر میکنین آیا هیچ یک از این خواسته ها از سوی طرف مقابل پذیرفته خواهد شد یا نه اگه نه راه برون رفت کدومه راه های رسیدن به ما البته خیلی آسونتره و تا چند ثانیه دیگه اعلام میشه کهش رو میتونم اینجا یادآوری بکنم که پای پخش زنده چشمانداز انداز بامدادی در فیسبوک بیسی فارسی هست و همین حالا بهرام عبدالکریم بهاره رحمت شهرت غربت، غالب حمید رضا و دوستان دیگر از اون طریق اونجا هستند و ما را همراهی کنند درود بر شما دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی شما. بام دادی BBC شما بامدادی ات bbc.co.uk. دو و پایان هفته است و در تهران روزنامه نداریم ولی هفته نامه و مجله تا دلتون بخواد مسعود بهنود روزنامه نگار مقیم لندن رفته سراغ مجله ها و هفته نامه ها بررسی مجلات این هفته رو شروع میکنیم با دو تا نشریه ماهانه نگاه نو و نقد و بررسی کتاب تهران نگاه نو در ادامه شماره های مرتب و همیشه پر مطلب خودش این دفعه به داریوش آشوری رسیده به مناسبت اینکه نزدیک شده است آشوری به چه هشتاد سالگی البته هنوز نشده و در اینجا در حقیقت پرونده آقای آشوری رو بررسی کرده از دیدگاه های مختلف حتی دیدگاه هایی که یه ذره بیان انتقادی داره مجموعه کاملی است مجموعه که نگاه نفرام کرده و توش یه نکته مهم هم میگذره و اونم این هستش که طبق معمول آقای میرزایی استفاده کرده از فرصت و امید روحانی رو که اید رفته بوده به پاریس بهش گفته چقدر خوب که آقای آشوری میشینیم بشین با همدیگه گفتگوی بکنیم امید هم استقبال کرده رفتن نشستن با آقای آشوری شروع کردن صحبت کردن با همدیگه و مثل همیشه صحبت چون گل انداخته ولی این دفعه امید از تخصص خودش به عنوان پزشک استفاده کرده خیلی منظم این کار صورت گرفته به طوری که وعده داده که این رو تبدیل به کتابی میخواد بکنه حالا قسمت اولش رو که بیشتر راجع به حافظ و زبانشناسی و کارهایی است که آیا شوری تو این زمینه کرده اینو نگاه نو چاپ کرده خیلی جالب بخشایش به خصوص به خاطرات آیا شوری میرسه اینکه او برداشت داشت چرا در حتی در مورد مسئله شکری حافظ انقدر تغییر کرده در طول این سالها ها ایشون توضیح میده که چرا این اتفاق افتاده و این جستجوی مدامش چجوری اینا به حال یک شماره شده است با کتاب شناسی های داریش آشوری و بسیار درست در این ارتباط در اینجا بگم که این ستون خوانندگان هر نشریه شاید جدی وسیله باشه برای شناختن ارتباط خوانندگان با اون نشریه اگر به صداقت انجام شده باشه اگر درست انجام شده باشه نگاه نو ستون خوانندگانش نشون میده که بسیار خوشبخته چرا به خاطر اینکه من در اونجا میخونم دو تا مقاله حالا مقاله های پرویز دوایی ای دوایی از نویسندگان خود مجله است تبعیدی پراگ ولی بقیه هم همینطور چیزایی که نوشتند تعریف و تکذیب و اینا نیستش بلکه نشون دهنده اینه که خط به خط مجله رو خوندن بنابراین هم خواننده ها مجله خودشون رو درست انتخاب کردن هم مجله تونسته خوانندگان خودشو درست انتخاب بکنن بره یکی از مقالاتی که خوندم و جا داره که در بین ده مقاله ای که در مجله این شماره هست مطلبی است که آقای فخردین عظیمی نوشته سلطنت علم در قلمرو وجدان این در حقیقت یک نقدی است به نظریات آقای ملکیان آقای مصطفی ملکیان اما مثل همه نوشته های آقای عظیمی با یه کلیتی شروع میشه که اون کلیت جذابه میگه اتهام جاسوسی و خیانتی که به ناحق زده شد به تولد انتلیکجویل انجامید واجهی که اون رو به روشنفکر ترجمه کرده ایم و این خودش آفریده صده 19 هم هست اشاره میکنه ماجرای امین و حکایت که سر ماجرای بیگناهی دریفوس پیش اومد در دنیا و بعد میرسه به ایران و اصولا این دوره روشنفکری متحد خوندار دوره سارتر رو راسل و اینا و اشاره میکنه به اینکه الان از اون نسل فقط چامسکی باقی مونده است و بعد هم میگوید که اون نوع برخورد با روشنفکر و مسئولیت روشنفکری هم الان تموم شده و با این مقدمه میرسه به نقد نظریات آقای ملکیان و مطلب بسیار مفصل و بسیار خونداری است مثل همه نوشته های دکتر فخرالدین عظیمی بسیار خوندنی است اما اجازه بدین نقد و بررسی کتابم ببینیم با هم که شماره است که به نظر میرسه که در قیاب بنیانگذارش که همیشه بالای سرش بوده است در قیاب که میگم به من این که خیلی در انتخاب و اینا حضور نشد حالا ایشون سفر بوده است یا مرخصی بوده هر و آقای حامد نگری عدل اینطور که در شناسنامه اومده با مجله اومدن و در نچه مجله بسیاری از قوتی که دیگه مال سن و سال و تجربه و ارتباطات آقای همامین بود رو نداره در حقیقت این شما یا نه این بگم که کم داره مقالات آقای استعلامی و یک دو نفر دیگه از قدیمی ها هست ولی بیشتر اون چی که به خصوص نشریه داشتش در شماره قبل که از کسایی به ما خبر میدادش که از اونا خبر نداشتیم این شماره جاش خالیه که امیدوارم در شماره آینده جبران بشه با هم نگاهی گذرا کردیم به نگاه نو و نقد و بررسی کتاب تهران البته به مطالب خوندنی یا به قول مسعود بهنود خوندار مجله های چاپ ایران در اعدامی برنامه از ایران خبرهای خرد و ریز دیگه هم داریم که با مجید افشار در یک نگاه مرور میکنیم پیام درفشان وکیل مدافع خانواده سید امامی میگوید پزشکی قانونی نظر نهایی خود را درباره علت مرگ کاووس سید امامی در زندان اعلام کرده به گفته آقای درفشان در این گزارش تایید شده که دور گردن آقای سید امامی جای کبودی وجود داشته در همین حال آقای درفشان تاکید کرده که گرچه گفته شده بود فیلم دیگری از لحظه درگذشت آقای سید امامی وجود دارد اما هنوز نتوانسته این فیلم را ببیند کاووس سید امامی مدرس دانشگاه و فعال محیط زیست بود که در بازداشت درگذشت دادستان استان سیستان و بلوچستان ایران از دستگیری یکی دیگر از متهمان پرونده تجاوز در ایران شهر خبر داد. او دومین دو فرد متهم در پرونده تجاوز ایران شهر است. ابراهیم حمیدی در عین حال از بازداشت فردی خبر داد که متهم به تحریک مردم و به گفته او تهیه مدارک برای رسانه های خارجی است. به گفته دادستانی این فرد در جریان تجمع شماری از مردم ایران شهر برای رسیدگی به پرونده تجاوز دستگیر شد. دو مرزبان ایرانی در درگیری در جنوب شرق ایران کشته شدند. نیروی انتظامی ایران گفته مرزبانان هنگ مرزی زابل در سیستان و بلوچستان همزمان با بازی ایران و اسپانیا با افراد مسلح که قصد ورود به خاک ایران را داشتند درگیر شدند در این درگیری سه مرزبان دیگر مجروح شدند و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران درباره سرانجام الحاق ایران به کمیسیون بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت مجلس بر اساس نظر رهبر عمل می‌کند رهبر ایران روز سه شنبه از نمایندگان خواست به جای تصویب این لایه قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند به دنبال اختلاف شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت بررسی لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه به تعویق افتاد در صورت تصویب نشدن این لایحه ممکن است نام ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی یا FATF قرار بگیرد. ایران تا هفته آینده فرصت دارد به این کمیسیون بپیوندد. همچنان با چشم انداز بامدادی از رادیو بی بی سی در لندن هستید. ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا از تأسیساتی در ایالت تگزاس بازدید کرده که از کودکان جدا شده از پدر و مادر مهاجرشان نگهداری می شود. این کودکان بنا به قوانین مهاجرتی سخت ای که همسر او یعنی رئیس جمهور آمریکا اعمال کرده بود از والدینشان جدا شدند. البته در پی انتقادهای گسترده از این سیاست، دونالد ترامپ این تصمیم خود را تغییر داد. آقای ترامپ حالا از سازمان‌های دولتی آمریکا خواسته که دست به کار به هم خانواده ها شوند خانم ترامپ هم که در تگزاس صحبت میکرد گفت میخواهد بداند که در این راستا چه کاری از او ساخته است در این باره گزارشی داریم از سام فرزانه از واشنگتن یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ دستور توقف جدا کردن مهاجران بدون مدرک از فرزندانشان را صادر کرد همچنان دولت او نتوانست راهی برای بازگرداندن قبلیها به هم پیدا کند بعضی از آنها که از هم جدا افتاده اند در شرایط بدی نگهداری می شوند. گرچه آقای ترامپ خودش خواهان این سخت ها بوده اما طوری وانمود می کند که انگار دارد مشکلی که دیگران تولید کرده اند را حل می کند. ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا روز پنجشنبه به یکی از مراکز نگهداری کودکان در تگزاس رفت سفری که می توانست به نشان دادن چهره رعوف از دولت بیانجامد به دلیل نوشته پشت لباس خانم ترامپ بدتر مایه دردسر شد پشت لباس نوشته شده بود برایم مهم نیست آقای ترامپ در توییتر به دفاع از همسرش و بدگویی از رسانه‌هایی که به این لباس اعتراض کرده بودند پرداخت و نوشت که ملانیا میداند رسانه‌ها چقدر غیر منصف هستند و دیگر این کارهایشان برای او مهم نیست On this تندروها در کنگره نتوانستند طرح خود برای اصلاح قانون مهاجرت را تصویب کنند. طرحی دیگر از میان روهای محافظ کار در دست بررسی است که معلوم نیست چه زمانی به بحث گذاشته شود. آقای ترامپ در روز پنجشنبه به این موضوع اشاره کرد و رسیدن به راه حل را عملی خواند. ساده اش این است که باید بجنبند کنگره باید بجنبد هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان باید راه حل پیدا کنند من ایده های دارم آنها هم دارند خیلی ساده می توانیم اینها را رو روی هم بگذاریم نفرت زیاد شده تصمیم دولت آمریکا برای فشار بر مهاجران بدون مدرک و پناهجویان منجر به انتقادهای فراوان به دولت شده از گروه های داخلی گرفته تا کشورهای خارجی ببینم گزارش بود از سام فرزانه از واشنگتن حالا نگاهی تازه داشته باشیم به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه دیروز برخی از رسانه های داخلی ایران مقالی محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور را در پاسخ به سخنرانی ماه گذشته مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا زیر عنوان مطالبات دولت و ملت ایران از آمریکا منتشر کردند سخنرانی آقای پامپئو درست یک ماه پیش شامل شروطی برای تعامل ایالات متحده با ایران بود در حالی که وزیران چند کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک ابراز امیدواری کردند که بتوانند در اجلاس پیش رو دوباره سطح تولید نفت به توافق برسند درباره سطح تولید نفت به توافق برسند وزیر نفت ایران در این باره ابراز تردید کرده است عربستان و روسیه خواهان افزایش سقف تولید نفت هستند و ایران مخالف آن ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا از تأسیساتی در ایالت تگزاس بازدید کرده که از کودکان جدا شده از پدر و مادر مهاجرشان نگهداری می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازمان های مربوطه کشورش خواسته است که دست به کار به هم آوردن خانواده هاشند. شوند. همسر او در تگزاس گفته که میخواهد بداند در این راستا چه کاری از او ساخته است که در این باره گفتگو و, و گزارشی داشتیم. و محرم اینجه رهبر حزب سکولار جمهوری خواه خلق ترکیه و مهمترین رقیب رئیس جمهور این کشور در انتخابات یک شنبه رجب طیب اردغان را یک مرد خسته و کفته و تنها و متکبر نامیده و بر این وعده خود تاکید کرده است که وضعیت استراتژی سراسری را که دو سال پیش اعمال شد لغو خواهد کرد در این باره هم صحبت خواهیم کرد حدود نیم ساعت دیگه هم داریم تا پایان این ساعت با مطالب مهم بیشتری دیروز یکی از مهمترین تاریخ دانان تاجیکستان که در تاریخ نگاری معاصر این کشور جایگاه خود ویژه دارد درگذشت در, در یک گفتگو به کارنامه او خواهیم پرداخت چند دقیقه دیگه هم فرصت داریم که درباره موضوع های برنامه سری نظر کنیم چون در این نیمه بعدی مفصلا بهشون خواهم پرداخت افزون بر مطالب دیگر نامه از لندن این هفته را هم باز خواهیم کرد نوع انسان از خداگاه در بهشت جنگل ناگهان حس و حالش عوض شد به خودش نگاه کرد به اطرافش نگاه کرد ترسش گرفت متعیر شد و بی زبان به خودش گفت من فکر می کنم پس حیوان نیستم و از جنگل که بیرون آمد به درد فلسفه دچار شد صحبت های فلسفی علیزاده توسی بود که مربوط به زبان هم هست تا حدود 15 دقیقه دیگه سراغش رو خواهیم گرفت امیدوارم شما هم با ما بمونید پس فردا قرار است مردم ترکیه پای صندوق های رأی بروند و رئیس جمهور بعدی خود را برگزینند مهمترین رقیب رجب طیب اردوغان در این انتخابات در گرد همایی پر هام در شهر ساحلی ازمیر سخنرانی کرد محرم اینجه رهبر حزب سکولار جمهوری خواه خلق ترکیه رئیس جمهور این کشور را یک مرد خسته و کوفته و تنها و متکبر نامید و بر این وعده خود تاکید کرد که وضعیت اضطراری سراسری را که دو سال پیش اعمال شده بود لغو خواهد کرد هرچند همچنان انتظار میرد که در انتخابات بعدی هم آقای اردوغان برنده شود آقای اینجا امیدوار است که او را به دور دوم رقابت ها بکشند همکارم مهرداد فرهمند در استانبول روند انتخابات را از نزدیک دنبال می کند چه خوشبخت است آنکه میگوید من ترکم شعار اتاتورک ترک بنیانگذار ترکیه نوین که زمانی بر در و دیوار سراسر ترکیه نقش بسته بود اما دیگر سال هاست به ندرت دیده و شنیده می شود اینجا در گرد همایی حزبی نوزهور که نام ای یعنی خوب بر خود نهاده آتاتورک و شعارهای ملی گرایانش احیا می شود. حزب خوب به گفته احمد قاسم خان استاد علوم سیاسی دانشگاه قادرخاص، حزب بازگشت به سنت هاست. ای پارتینین دردو یر حالا او دا جایگاه حزب خوب هنوز در مرحله شکل گیریه و زمان میبره تا هویت سیاسیش مشخص بشه اما جریان هایی که سنگ بنای حزب رو تشکیل میدن جریان های تازه ای نیستن حزب خوب بنیاد خودش رو بر پایه سنت های قدیمی سیاست ترکیه گذاشته این حزب در واقع امتداد اندیشه های راست محافظ کار در ترکیه قرن 21 است حزب خوب واکنشی است به ائتلاف حزب حرکت ملی با اردوغان ائتلاف ملی ها با مذهبی ها که به گفته جان سلجوقی پژوهشگر اجتماعی میان ملی شکاف افکنده. از لحاظ سیاسی دو گروه متفاوت رو میبینم که میخوان به حزب خوب رأی بدن. یکی اونایی هستن که هویت سیاسیشون راست میانه بوده اما به دلیل سبک زندگیشون در 15 سال گذشته به حزب جمهوری خلق رأی دادن ولی حالا که یه حزب راست میانه تشکیل شده بهش رو آوردن گروه دیگه هم ملیگراهایی هستند هستن که همیشه به حزب حرکت ملی رأی میدادن ولی بعد از اینکه این حزب با حزب عدالت و توسعه اعتلاف کرد از این حزب احساس دوری میکنن از لحاظ اقتصادی هم بیشتر میبینم که خورده کاسبا و صاحبان سرمایه های کوچک به حزب خوب توجه میکنن حزب خوب را مرال آخشنر. با جدایی از حزب حرکت ملی بنیاد نهاده خانم آخشنر 21 سال پیش نخستین زنی بود که در ترکیه به وزارت کشور رسید حزب خوب روی کسب آرای ملیگرایان سکولار حساب باز کرده و چه بسا روی زن بودن نامزد ریاست جمهوریش اما پرکیه کشوری نیست که رسیدن زنان به مقام‌های بالا در اون رخداد عجیب و جالب توجهی باشه و بتونه به عنوان ابزار جلب آرا ازش استفاده بشه. از سوی دیگه زن بودن خانم آخشانه رو هم لزوما به این معنی نیست که حتما زنان به او رأی خواهند داد. اینطوری نیست که چون زنه من ازش حمایت کنم من به برنامه هاش نگاه میکنم این که زن باشه یا نباشه چیزی رو برای من عوض نمی کنیم البته این که یه زن نام زده ریاست جمهوری بشه خیلی قشنگه و من از این چیزی خیلی پشتیبانی میکنم اما اینکه چون یه زن نامزد بشه من بهش رای بدم نه چون این چیزی نیست من دل به حزب دیگه ای دادم که رو به اتحادیه اروپا کرده و به هیچ وش هم از نظرم بر نمیگردم در ها اقبال چندانی برای ریاست جمهوری مرال آخشنر مطرح نمی شود. و کارکرد او و حزبش را بیشتر در کاستن از آرای هم اعتلاف حاکم ملی مذهبی به رهبری رجب طیب اردوغان می دانند و هم رقیبش محرم اینجه از حزب جمهوری خلق. مرداد فرهمند از استانبول ترکیه گذاشت میداد و گزارش هم داریم از تاجیکستان که دیروز یکی از برجسته ترین تاریخدان خود را از دست داد رحیم مسوف بر اثر سکته مغزی در سن 79 سالگی در بیمارستانی در شهر دوشنبه درگذشت رحیم مسوف را در تاجیکستان و ازبکستان به عنوان کسی میشناسند که از جریان تشکل جمهوری های شوروی پیشین در آسیا میانه به خصوص تعریفی تازه ارائه داد تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام که این لندن است با رحیم مصوف آشنایی خوبی داشت و از شخصیت او برایم چنین گفت من با ایشون از دوران شوروی آشنا شدم وقتی که برای پژوهش در تاجیکستان به سر می بردم و ایشون دوره ای از تاریخ اتحاد شوروی رو در دستشون زمان که به شدت مورد علاقه من بود دوران شکلگیری جمهوری های آسیای مرکزی و پیدایش جمهوری تاجیکستان ایشون دسترسی داشت به آرشیف های متعددی در این جمهوری و ما ساعت ها می نشستیم و ایشان با بزرگواری تمام از یافته های خودش برای من میگفت و بعد هم که دیدیم حاصل این یافته ها در کتابی به نام تاریخ تبر تقسیم نشر پیدا کرد دقیقا راج به همین کتاب میخواستم صحبت بکنم آقای اتابکی تا آنجا که یادم میاد سال 1991 بود که منتشر شد 1370 و به زبان روسی هم بود همطوری گفتیم با استفاده از آرشیوها ها بایگانه های مختلف پهنه شوروی این کتاب رو نوشته بود که یک تحولی در تاریخ نگاری تاجیکستان محسوب میشد میشه بیشتر به این که چرا از چه نگاهی این کتاب اینقدر ویژه بود برای تاجیک ها. به خاطر اینکه تا اون زمان روایتی که ما در تاریخ نگاری شوروی از شکلگیری جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی در قفقاز آسیای مرکزی داشتیم نوعی در حقیقت تاریخ نگاری بود که گویا این برای بهروزی این مردم با توجه به تمام داده های تاریخی و هویت قومی و گروهی این مردم انجام شده و از این دست و هیچ تضعیقی هیچ اچافی در این فرایند صورت نگرفته برای نخستین بار مسوف این پرونده رو باز کرد و نشون داد که چه فاجعه ای اتفاق افتاده در این دوران یعنی برای اینکه به دلایل امنیتی به دلایل نظامی به دلایل سیاسی نوعی مهندسی اجتماعی اینجا لحاظ شده برای تجزیه این منطقه تجزیه آسیای مرکزی و از دل این تجزیه به پنج جمهوری رسیدن این جمهوری ها چقدر جمهوری های ساختگیه و چقدر جابجایی قومی در این جمهوری ها انجام شده و از این دست و حاصلش در حقیقت اینه که به خلاف اون داییه ای که تاریخنگاری نگاری اتحاد جماهیر شوروی داشت که در حقیقت در شکلگیری این جمهوری ها حق ملل برای تعیین سرنوشت رعایت شده به هیچ رو نبوده و در حقیقت این حق ملل بوده که در فرایند این جمهوری ها زیر پا گذاشته شده این آنچه بود که مصوف در بازبینی آرشیف های خودش به اون رسید اما نکته اینجاست که مصوف هیچ کار جانب انصاف رو رها نکرد وقتی که به این فرایند شلخگیری ها بهش برخورد میکرد و کجرفتاری حاکمان و زمانه رو برجسته میکرد در کنار اون اشاره ای هم داشت به اینکه به هر صورت آنچه که در پایان دهه 1920 میلادی و 1930 شکل گرفته به هر صورت باعث شده که در چهارچوب مرزهای موجود هویت‌های تازه شکل که این بزاحت داره که در فرایند خودش قوام بیشتری به هستی مردم این منطقه ببخشید و این بازبینی آقای مسوف از تاریخ منطقه بخصوص خصوص مرزبندی ها در دوران شوروی یک بازبینی کاملا غیر متعارف بود و اسنادی که ایشون رو کرد در واقع میشه گفت یک زخم کهنه رو باز کرده بود و در ملع عام قرار داده بود فکر میکنید چطور ایشون تونست اجازه همچین کاری رو بگیره پیدا بکنه با توجه به اینکه اون زمان واقعا این صحبت ها بیشترش حرف مگو بود ببینید در حقیقت در بعد از دو سه سالی که حکومت آقای گورباچوف دو سالی شاید بهتر بگم میگذشت آرام آرام در حقیقت رپ رپه رپ دگرگونی هایی که در پیش بود رو میشد اینجا و اونجا سراغ گرفت البته هیچ کس پیامبرانه نمیتونست بگیر که در چند سال در پیش اتحاد شوروی از میان خواهد رفت اما این تغییر و تحول رو میشد دید و اینجا و اونجا آرشیف هایی رو باز کرده بودند که کسانی که به هر صورت امکاناتی داشتن شبکه ارتباطی داشتن دسترسی به این آرشیف ها رو داشتن خود من در اون زمان برای خود, برای خود من به شکل محدودی دسترسی به این آرشیف ها فراهم شد و من تونستم استفاده کردم البته جناب واسف اون زمان به خاطر وضاحتش به خاطر وضعیتی که داشت در تاجیکستان امکانات به مراتب بیشتری که از منی که اونجا رفته بودم به عنوان یک پژوهشگر میهمان در اختیار داشت و تونست که با یک کاردانی بسیار بسیار چشمگیر ارتباطاتی رو اونجا داست کنه و نه تنها بخشی از آرشیو ملی رو استفاده کنه بلکه با ارتباطاتی که با شبکه های بیرون از تاجیکستان داشت در مسکو در جمهوری تا ازباکستان. حتی بخشهایی از آرشیو گپو پلیس مخفی شوروی چکا که بیشتر از گپو بود و حتی انکودر هم به دست بیاره تورج درباره رحیم مصوف تاریخ نگار معروف تاجیکستان صحبت میکرد که دیروز در سن 79 سالگی در دوشنبه درگذشت حالا فرصتی کوتاه داریم که به پیامهای شما بپردازیم علی در تلگرام برامون نوشته که گفته های وزیر خارجه آمریکا و پاسخ همتای ایرانی او هرچه هست گونه ای از گفتگوست و شاید هم نشانه ای از گفتگوهای پنهان به فال نیک باید گرفت ای پی میگه میخوام بگم که با این وضعیت و دعوا بین عربستان و ایران سر نفت هیچ چیز مشخص نیست راجب به موضوعات مختلف هزار نظر کردن ناصر میگه ترامپ و کابینش تنها سیاستی که میشناسه زور است و با وجود آنکه از تعهدات پاریس و تجارت جهانی و برجام خارج شده اروپا هیچ واکنش موثری نمیتواند انجام دهد و به جای اینکه آمریکا را تحت فشار قرار دهد به نظر ناصر دارن از ایران خورده میگیرن حالا به فیسبوک هم خیلی اجمالا برسیم که حمید رضا نوشته اقدامات دولت آمریکا در برابر نظام جمهوری اسلامی کاملا درسته ولی توضیح نداده چرا حمید گفته ایران اصلا در شرایطی نیست که برای آمریکا شرایط بگذارد باید هر چه زودتر مذاکرات با آمریکا شروع بشه و احمد هم گفته در نهایت ایران تحریم خواهد شد به نظر احمد با زندگان تحریم نیز مردم فرود است خواهند بود خیلی ممنون از پیام که برام فرستادین اگر فرصت شد بهشون برمیگردیم و اما نامه هم داریم در صندوق مجازیمون طبق معمول آدینه ها نامی از لندن که این بار هم مربوط به مسائل زبانه این یکی از زبان فلسفی انسان میگه متن نامه رو با صدای نویسندهش علیزاده یه توسی بشنویم سلام بر همه فارسی زبان ها و فارسی های سراسر دنیا در صحبت از کارگاه های سگانه زبان به سه هیته متفاوت از کاربرد زبان اشاره شد. زبان اجتماعی انسان، زبان علمی انسان و زبان فلسفی انسان. و با این توضیح که هر سه زبان در نظام ساختاری و قاعده های دستوری یکی است و فقط حیطه های کاربردی آنهاست که از سیس لغت ها و ترکیب ها و اصطلاح های تخصصی و شیوه های متناسب بیانی آنها را از همدیگر متمایز می کند. درباره ماهیت وجودی زبان اجتماعی و زبان علمی در حیطه زبان فارسی نکته هایی به اختصار در پیش گذاشته شد. حالا می خواهیم با هم درباره زبان فلسفی انسان فکر کنیم و اول به کلمه فلسفه و صفت نسبی آن یعنی فلسفی از نوع نگاهی میاندازیم. میدانیم که اصل اصطلاح بین المللی فلسفه از زبان یونانی است به صورت فیلوسوفیا مرکب از فیلوس به معنی دوست داشتن و سوفیا به معنی حکمت، دانش، خرد، معرفت و آن را به اختصار بررسی یا ابداع نظریه های درباره موضوع های بنیادی مثل ماهیت هستی، واقعیت، حقیقت، اندیشه، معرفت و اخلاق یا علم به حقایق موجودات و اندازه توانایی بشر تعریف کردند. اما اگر با آگاهی از همه تعریف های مختصر و موجز و مشروح و مفصلی که برای فلسفه ارائه شده است و با توجه به نظریه های متفاوت فیلسوف های معتبر درباره معنی و حقیقت هستی و حیات در طول تاریخ چند هزار ساله فلسفه بخواهیم به هدف و حاصل واقعی فلسفه پی ببریم باید از دایره چشمانداز فیلسوف ها و فلسف ها بیرون بیاییم و به واقعیت زندگی چند صد هزار ساله انسان از عهد قارنشینی تا دهه دوم قرن کم میلادی نگاه بکنیم. همه نگاه می کنیم و من هم نگاه کردم و در چشمانداز خود دیدم که نوع انسان از خداگاه در بهشت جنگل ناگهان حس و حالش عوض شد به خودش نگاه کرد به اطرافش نگاه کرد ترسش گرفت متعیر شد و بی زبان به خودش گفت من فکر می کنم پس حیوان نیستم و از جنگل که بیرون آمد به درد فلسفه دچار شد و آرزه های گوناگون این درد به مرور در او بروز کرد. نقاشی بر دیواره قارها، پیکر تراشی بر چوب، رقص و حلحله بر گرد آتش، سرودخانی، استور سازنوازی ساز نوازی، هماس پردازی و بسیار و بسیار آرزه های دیگر و همه در قالب نوعی هنر یعنی آفرینش صوتی و جنبشی و تجسمی خیال و احساس و اندیشههایی که از درد فلسفه در درون او می جوشید و او را بیقرار می او دیگر نمی توانست خلاصه زندگی را در آنچه جانوران دیگر به آن قانع و در آن محدود بودند ببیند، بداند و خورسند بماند. جسم داشتن و جانور زیستن نمی توانست برای او معنای زندگی را تعریف کند. زندگی جانوری برای او از معنی خالی بود و این را درد فلسفه به او حالی کرد. این دوره دراز از زندگی انسان تا آغاز دوره روستانشینی و کشاورزی و دامپربری دوره است که هنرهای انسان به زندگی او معنی میبخشد و همه هنرها عام و همگانی و آدابی است و در دوره شهرنشینی و تخصصی شدن همه حرفه ها و هنرها در سیر سریع تمدن است که بیان صوتی و جنبشی و تجسمی هنرهای عام و همگانی و آدابی انسان هم فنی و تخصصی می شود و نقاش و مجسم ساز و نوازنده و آهنگساز ساز و آوازخان و رقاص و شاعر و حماس پرداز و داستان نویس و اهل دیگر هنرها بیان فلسفی درد وجودی انسان را در مضمون و قالب اطلاع می بخشند و معنی جویان هنر دوست را از آن بهرمند می دارند. از میان همه هنرها، آنهایی را که به واسطه کلمه بیان می شود، زبان فلسفی انسان می نامیم که اصارتش در خلاقیت نافته است، و میدانیم که در این هنر هم مثل همه هنرهای دیگر اهل تخصص اگر اصیل نباشد بدلی است و بازنده زبانتون هم باره دارا و دانا و توانا باد تا با چنین باده علیزاده توسی بود بهاره نشته که تا زمانی که ایران در فلسطین و سوریه و یمن حضور داشته باشه تحریم ها سختتر خواهد شد و مردم ایران در دردسر و محرومیت و بحران ها خواهند ماند که نظر بهار است حالا برگردیم به مسعود بهنود و مجله های ایران این بخش از بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به باران و بعد از اون هم برسیم به ماهنامه عروسک سخنگو نشریه روشن فکران و کودکان باران نشریه است که 44 شماره تا حالا در 13 سال منتشر شده دلیلش هم این است که سختی هایی کشیده است که فقط کسایی که در خارج از کشور کار فرهنگی میکنن این در میابند باران در سوئد منتشر میشه آقای مسعود مافان سردبیر و مدیرش هست و در همه این سال البته از همون سال 86 87 که آقای مافان و گروه کثیر دیگه هم فکریشون از کشور خارج شدند به دلیل حوادث داخلی بعد از انقلاب این نشریه شد محل رنج نامه ها یه درد کشیدگان و ظلم دیدگان و در نتیجه خصوصیت خاصی پیدا کرد و بدون این نشریات که بیشترش هم در همون اسکاندیناوی منتشر شد شاید بشه گفت تاریخ ایران یه ای چیزی کم داشت که حتما داشت حالا آقای مافان در سر مقاله نوشتند که تعطیل میکنیم پس بنابراین این آخرین شماره نشریه است که بسیار خواننده پیگیر داشت و باور دارم تا آخرین شماره هم داشت ولی چجوری این پیگیری خوانندگان منتقل می به یک سازمانی رو بتونن نظر اقتصادی رو پای خودش نگه داره به نظر میرسه همونجاست که اشکال داره در همه این سالها آقای مافان و بقیه گروه کار کردن کارهای دیگه کردن و رایگان و بعضی از اوقات با نهادن سرمایه های جیب خودشون از کارهای سخت این کارها رو پیش بردن فقط هم باران نبوده نشریات دیگه هم بوده نشریات دیگه هم که همین گروه یا بعضی از اعضای این گروه بودند اونها هم همینطور و بنابراین الان این ماجرا هم یک دردی رو بیان میکنه هم در این حال یه پنجره ایست بسته شده و پنجره مهمی است که بسته شده در مقدمه که آقای مافان نوشته یه جایش فوقلاده دردناکه به خاطر اینکه ایشون از تجربه خودش میگه و از کسانی که در همه این سالها همراه بودند بدون اینکه هیچ نوع نظری داشته باشند از کسایی که خیلی همراه بودند و در شماره مختلف همیشه بودن مثل آقای بیروز شیدا همسر خدای مافان خانم زرین پنا بعد ممرزا فشاهی اسد سیف احمد علوی اینا همه کسایی بودن بودن آقای مهاجر خانم شفیق علاوه بر این بعد میرسه به اونجا که نفسمون تموم شد میگه که حالا ما مالی دورانی بودیم که ایدئالیسم و آرمانگرایی اصل بود و ما آرمانگرایان چند نفر دور هم جمع می شدیم فارغ از پشتوانه مالی دست به انتشار مجلات کتاب می زدیم هر کدوم از ما برای جبران مخارج مجلات و کتابایی که منتشر میکردیم موجودیم کار دیگه بکنیم میکردیم ولی وقتی نویسنده دستگیر و زندانی میشد مهم نبود که دست از کار بکشیم مرخصی بگیریم گای اخراج شیم. باید اون رو انجام میدادیم بدون اینکه دسترسی داشته باشیم یا دنبال اسپانسری فاندیشن حقوق بشری چیزی باشیم ولی خلاصش این است که ایشون میگد که من و همکارانم اما هم خسته ایم برای خودمون نیاز به زمان داریم و به همین جهت هم فصلنامه رو تعطیل میکنیم اما دومین مجله که ارز کردم عروسک سخنگو که خودش معتقد است که سخنگوی ادبیات مدرن کودکان ایران هست دو ماهنامه ای است که مرتب منتشر میشه 29 ساله که خانم نعیمی این رو منتشر کرده و پیگیری تا بالاخره زهرا خانم نعیمی سردبیری داده به زری خانم نعیمی و در نتیجه حالا دیگه دو نفری از دو نسل نعیمی کار رو اداره میکنند بگذارید به عنوان نمونه ای از این خوشدلی که مجله با خط کودکانه منتشر میشه و بعد همه نویسندگان و نقاشاش همه بچه هایی هستن که سن و هم معلومه همین اول نقاشی که اولش از پریسا حاجی حسینزاده چهار سال است ولی خیلی قشنگه سرنوشت به معنی سرمقاله به نوشتن معتاد شدم ننویسم نمی شود یازده سال است اینطوری منظم می نویسم یادم میاد همسایمون درگذشت برگشتنی از تشییع جنازه تو اتوبوس دفترچه‌م از در درآوردم و نوشتم تا آرام شدم دیگه مدت هاست که بین نوشتن نمیتونم نوشتن آرامم میکنه دقیقم میکنه برخی برنامه روزهای آینده را رو از نوشتن ایده میگیرم برخی مشکلات رو هم با نوشتن کشف میکنم بی نوشتن نمیشه مگر بگیرید به تخت ببندید تا ترکش کنم وگر نه نمیشه این مقدمه است اما اولین چیزی که از بین نوشته بچه ها میخونم بهترین شعر من کیست این عنوانش سیما قفوری ساخته بهترین شعر من سر کار میرود و به تلفن جواب میدهد و با خودکار بیک آبی همیشه یک دایره می کشد و یک دایره درون آن و یک دایره درون آن و درون آن و درون آن هر روز دوبار سوار تاکسی می شود هر روز دوبار از کیف پولش پول خورد در میاره و میده دست راننده ای که همشون یه نفرند گای سیگار میکشه گای دست اندازه رو نمی بینه گای به راننده های دیگه فوش میده بهترین شعر من درون مغازه میوه فروشی گم میشه لابلای پرتغال های انارهای ساوه از گیلهای شمال بهترین شعر من یک کیلو مرغ متوسط خورد شده میشه گای هم یک کیلو گوشت چرخ کرده تازه با هم نگاه گذرا کردیم به دو نشری باران و عروسک سخنگو حالا رسیدیم به خبرهای ورزشی پیش از هر چیز دیگه در این بخش بهتون بگم که بنا به آمار فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تیم ملی فوتبال ایران پس از برگزاری 20 مسابقه بهترین خط دفاعی رو در میان تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی روسیه برای خودش ثبت کرده که خبر خوشیه برای هواداران فوتبال ایران بر همین مبنا تیم ملی اسپانیا که پریروز ایران رو یک هیچ شکست داد بهترین خط حمله رو داشته و بهترین تیم از نظر پاس دادن بوده یکی دیگه از عجایب جام جهانی دیشب اتفاق افتاد شکست آرژانتین در برابر کرواسی اونم با حساب سه هیچ ما داستان از همکارم پوریا جافره در مسکو میخواستم که طبق روال این روزها با اخبار مربوط به تیم ایران شروع بکنم ولی کم بعد از یک جا فقط شروع بکنیم و اون شهر نیژی نوگراد جایی که یکی از بزرگترین شگفتی های جام جهانی انجام شد آرژانتین با نتیجه عجیب سه بر صفر از کرواسی شکست خورد و حالا در آستانه حذف قرار گرفته دیروز دو مسابقه دیگه هم برگزار شد فرانسه جز تیم هایی که سودش به مرحله بعد قطعی شد فرانسه یک بر پرو رو برد و پرو هست که از دور مسابقه ها کنار میره استرالیا هنوز جزء تیم های کنفدراسیون فوتبال آسیا که یک شانسی داره با توجه به مساوی که مساوی یکی که با دانمارک گرفت نتیجه خوبی بود برای این تیم یک نگاهی هم بکنیم به مسابقه های امروز برزیل بازی میکنه با کاستاریکا از نظر من هنوز یکی شانس های اصلی قهرمانی برزیل هست در مسابقه دیگه این گروه که دیرهنگام برگزار میشه در یک جدار تمام اروپایی سربستان و سوئیس با هم دیگه روبرو خواهند شد اما از گروه آرژانتین یه بازی مهمه که سرنوشت این تیم رو هم میتونه مشخص بکنه وقتی که ایسلند و نیجریه با هم دیگه روبرو میشن اما بریم سراغ اخبار مربوط به تیم ایران امروز تمرینات تیم ایران پشت در بحث انجام خواهد شد کارلوس کیروش سرمربی تیم مشخصا به دنبال این هستش که بتونه سه امتیاز بازی رو در بازی روز دوشنبه با پرتغال به دست بیاره و تیم رو برای اولین بار به مرحله دوم بفرسه یک پیروزی فقط میتونه این کار رو برای ایران بکنه و یک نتیجه عجیب و غریب دیگه شاید که اسپانیا شکست بخوره سنگین از مراکش و ایران مساوی بکنه در اون حالت هم ایران از گروه بالا میره ولی کم اون اتفاقی که افتاده اینی که در این جام جهانی ایران تبدیل به یکی از تیم‌های فوتبال جهان شده پوریو جافره بود در مسکو حالا برگردیم به بازی پریروز ایران اسپانیا مؤخرات اون در واقع سرخیو راموس بازیکن تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از پیروزی یکیش بر ایران در تویترش زنان ایران رو برندی اصلی مسابقه معرفی کرد چون چهارشنبه شب پس از چند دهه زنان ایرانی موفق شدند با ورود به ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی در تهران مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا را رو از روی صفحه یک نمایشگر بزرگ تماشا کنند فرصت بسیار کوچولی داریم برای یکی دو پیام شما الهاج نوشته در ترکیه اردوغان حزبش و حزبش بسیار خدمت کردند و محبوب هستند ازش حمایت میکنن احمد نوشته مردم ترکیه اگر به دنبال حکومت اسلامی هستن فقط کافیست مدتی تشریف بیارن ایران سپاسگزارم که در ساعت اول چشم انداز بامدادی ما را همراهی کردید تا دقایقی دیگر در واقع تا لحظاتی دیگر با ترین خبرهای جهان برمیگردیم و به دنبال آن مطالب ساعت اول برنامه تکرار میشیم لندن است